نیروهای اوکراین در خط اولی جنگ روز چهارشنبه گفتند با نظر داشت تقویت نیروهای روسیه جنگی سختی را در ولایت خرسون انتظار دارند. نبرد قریب الوقوع در نزدیکی رودخانه دنپر این را معلوم میکند که آیا اوکراین میتواند نظارت روسیه در جنوب کشور را سست کند. سربازان اوکراینی میگویند نیروهای روسیه خندق میکنند. روزها موضعهایشان را تغییر میدهند. خدمات ما معلوم کردند که آنها نیروهای تازه جلب کردند. کمینگاه‌هایشان را مستحکم میکنند، خندق میکنند. آنها از نیروهای هوایی، توپخانه و سربازان ما میترسند. در یک خط جبهه به گفته سربازان اوکراینی حمله های توپخانه نیروهای روسیه پس از چند هفته سکوت زیادتر شده است. مکالمه های بین نیروهای روسیه از ارسال سربازان علاوگی به محل درک می دهند. با افزایش تنش ها روسیه و ناتو این هفته تمرین های سالانه نیروهای اتمیشان را برگزار می کنند. اما روسیه به تمرین ها سر و صدای زیادی افزود و در زمانی که کیف را به آمادگی از استفاده از بمب آلوده به مواد اتمی متهم می کند، اوکراین و غرب این ادعا را بی اساس و بهانه برای شدت دادن جنگ نامیدند. تلویزیون های دولتی روسیه کشتی های زیرآبی، بمب انداز های استراتژی و نیروهایی را نشان می دادند که پاسخ به حمله اتمی رقیب را تمرین می کنند. سرگی شویگو وزیر دفاع روسیه و رئیس جمهور ولادیمیر پوتین گفت نیروها آماده پاسخ دادن هستند. رفیق فرمانده عالی، بر اساس برنامه آماده کردن نیروهای مسلح روسیه تحت رهبری شما مشق‌های صورت می‌گیرند که در جریان آن ضربه فراگیر اتمی نیروهای استراتژی در پاسخ به حمله اتمی رقیب تمرین می‌شوند. استراتژیکی наступательными силами в ответ на ядерный удар противника. کیف میگوید مسکو با بلند کردن سر و صدا درباره جنگ اتمی میخواهد کشورهای غربی را ترساند تا از حمایت اوکراین دست کشند. بعدی حمله های جوابی نیروهای اوکراین در ماه سپتامبر، ولادیمیر پوتین با جلب 100 هزار سرباز نو به جنگ و قلمروش همراه کردن منطقه های اشغالی اوکراین و تهدید با اسلحه اتمی بحران را شدت بخشید. روسیه همین ماه با استفاده از موشک و پهپادهای ساخت ایران ضربه ها به اوکراین را زیاد کرد که در نتیجه زیربنایات های زیادی برقی ویران شدند و باغ و خانه های استقامتی هم آسیب دیدند.